دارن تعقیب میکنن. کیا؟ با موبایل چند تا عکس از این ماشین بگیر تا گمش نکنه. بابا تو زندان کشتن. اونه هم که اومده سراغت قصدش کشتن من بود. دیگه طرفت نگفته بود مرجان کشه. عباس خودمون هر دوشون کشته شده. سیاوش ستوده زده مهندس تو زندان کشته. بدارم این دختر مرجان. یا اینکه بیخیال همه چیشی جونتو برداری این مملکت بری که ریسک کنی و یه مدت با مرجان باشی تا وقت بگذره. نظر من کار مهراده. مهراد دیگه نمیتونه کاری بکنه. پس چی؟ دو سه روزه پیش کشته شد. میمونه فقط یه نفر پیمان. بعد باش معامله کنیم. من با کسی که نقطه ضعفشو ندونم وارد معامله نمیشم. نقطه ضعف پیمان خواهرشه. میخوام وکیل شوهرتون بشم. پرونده شواب قبول نکردم چون گناهکار میدونستمش. اما یه حسی به این میگه که شوهرش اون نمیتونه قاتل باشه. پای من وسط این پرونده نکشن. فقط یک بار چیزایی رو که میدونم واسه پلیس توضیح بدم. چقدر طول میکشه برسی اینجا؟ فکر نمیکنم دیگه فایده ای داشته باشه اینجا دنبالش بگردیم. رفته اوناش. حالا مطمئن نمکرفته. مگه نگفته میخواستن بکشنش دیشب؟ قتل مهندس و سرقست به مونام تو یه شب بوده. خب سیاهاش هم که تو زنده بوده. هر جوری نگاه کنه آقای ستوده نمیتونه قاتل باشه. شاید اگه هستن که میگن ستوده مقتول تهدید کرد. اینو میبندی به خودت؟ بیر ریشه فرشته. دوباره ما خودمون صدا بودم. دست درد نکنه. میخوای وایسم تا بیا؟ نه من تا شب هستم. تو برو خودم میام. خداحافظ. خداحافظ. خیلی خوب. میرم از این. اینو میشناسی؟ نه کیه؟ من دارم از شما میپرسم. خب منم اگه میشناختم که نمیپرسیدم. این زن مهندسه. میخواستم بکشنش. ببینید من با مهندس من با جاوید فقط کار میکردم. کاری به کار خانواده هم دیگه نداشتیم. فقط یه دختر داشت که بزرگ بود اون موقع. ایشون نمیتونه زن مهندس باشه. خیلی خوب. ارتباط شما و مهندس همینایی که اینجا اظهار شده؟ بله. ما توی زندگی خصوصی هم سرک نمی کشیدیم. من یه گره ذهنی دارم. شما مهندس راتون مدت ها قبل اصلا دیگه سوا کردیم. حالا بعد از این همه مدت بین این همه کارخونه چرا کارخونه شما؟ چی میخواسته؟ میخواسته انتقام بگیره؟ میخواسته تنبیهت کنه؟ لجشو در آورده بودی؟ میخواسته یه نونی تو دامنت بذاره؟ هیچ کدوم. کی رغبت میکنه به یه کوه زباله بوگندو نزدیک بشه؟ جاوید همیشه دوست داشت شناخته نشه. میگفت هر کسی رو که میخوای هر برای سرش بیاری اسمشو بنداز سر زبونم. خب برای مخفی بودن جاوید چه جایی بهتر از اون کوه زباله و کارخونه من؟ بله خبرشو داریم. توی زندان خیلی آدم یکه و تنهایی بوده. به کسی کاری نداشته. بله یکه و تنها ساکت و آروم. ولی به محض اینکه دعوا شروع شد نصف زندان به پشتیبانی اون در اومدن این محافظاش. پس چرا این محافظا مانع قتلش نشدن؟ خب یا نتونستن یا نمیخواستن. منظور تو واضح در بگو. جاوید آدم بازی‌های چند لایه بود. فکر میکنم کسایی هم که اونو به قتل رسوندن همین جوری بودن. به نظر شما تصادفیه که تو یه شب
یه زن و شوهر رو یکی توی زندون یکی خارج از زندون بخوان به قتل برسونم؟ اصلا نمیتونه تصادفی باشه. تازه من نظرم اینه که سراغ تک تک آدم های این پرونده خواهند اومد. بله، به همین دلیل من نگران پسرمم شهاب. به کسی هم مظنونیه؟ مظنون بودن که کار شماست. من فقط یه پدرم که میخوام از جون پسرم حفاظت کنم. خیلی خوب، هنوز هم قتل مهندس رو انکار میکنی؟ که معلومه که رفتی بکشیش، دوربین زندان ضبط کرده. اینو که کلی راجبش حرف زدیم. بعدم پدر بیامرز، من دو ساعت دارم قصه تعریف میکنم. نه ببین آقای ستوده، من تو این پرونده به همه مظنونم، به همه. اوائل فکر میکردم فقط پای پسر خودت در کاره، ولی بعدها فهمیدم این دیروزای خودته که به امروزای پسرت رسیده. بس لطفاً اون ماسک بیگناهی رو از صورتت بردار، خوب گوش بده. این پرونده با قتل یک عروس شروع شده، بعد از اون تا الان کلی آدم کشته شدن. این عروس مام داره خوش و خرم زنده راست راست باز خودش میچرخه. منم هر جای این قضیه میرم برمیخورم به تو، به پسرت، به کارخونت، به خونوادت. یادآوری بهت میکنم پرونده قبلی قتلت هنوز مفتوحه. حالا قتل عمد، غیر عمد، شبه غیر عمد، هرچی. به هر حال میتونی فکر کنی که من اینو به عنوان گرو مفتوح نگه داشتم تا ببینم همکاریت مفید هست یا نه. هر کاری تو زندگی بکنی با سودش بهت برمیگرده. بله آقای ستوده. شما لطفاً به کارتون ادامه بدید. من علاقمندم که زودتر این پرونده تموم شه، علاقمندم خلاص شم. هر کمکی هم که دستم برمیاد در خدمتم. سمیه جون زحمت نکش، من خودم میرم. ببخشید من نمیگم شب بمونی، اینجا شبا خیلی سخته، به خصوص تو هم بارداری، دستشویی بیرونه. ببخشید. این حرفا چیه میزنی؟ ایشالله که زودتر مشکل خونه هم حل میشه. نمیدونم واقعا چجوری ازت تشکر کنم، تو خیلی دختر خوبی هستی. هر دفعه میای اینجا کلی به من لطف میکنی، ولی من حرفا چیه میزنی؟ تو دوست منی، ازت خواهش میکنم این کارا رو حساب لطف نذار. راستی مطبم هم دارم درست میکنم، به یه منشی احتیاج دارم. خیلی خوب میشه بیای اینجا کار کنی، هم دوستمی هم بهت اعتماد دارم. ممنونم، ولی چی؟ تو هم اگه جای من بودی هم این کارو میکردی. ممنونم. برو تو استراحت کن. خدافظ. مسیر من از اینجا نیست. میشه نگه دارین؟ من پیاده میشم. آقا میشه نگه دارین؟ آقا نگه دار، من پیاده میشم. خفه میشی یا خفت کنم؟ هیچ فیلمی از صحنه قتل وجود نداره. قتل توی حموم زندان اتفاق افتاده که طبعا اونجا دوربین نداره.
الان داری چیکار میکنید؟ این قصه چیه؟ من الان چی باید بگم؟ این مسخره نیست؟ از یه طرف فکر کنه این کارو تو همون که دوربین نداره انجام به طرف رو نفله کنه که مدرکی نباشه، بعد این یک نادون کامل واسه زول بزنه تو چش دوربین یارو رو تهدید به قتل کنه. من تو تمام سالا اینو فهمیدم که همیشه قاتلا کارشون حساب کتاب درست نداره، وگرنه این سوالایی که شما از خودتون میپرسین هزار دفعه من تو ذهن خودم از خودم پرسیدم. ببینید، من به شما حق میدم که نقش همسر خودتون رو توی این پرونده نپذیرید، ولی خوب توجه بکنید. علارغم شباهت رفتار و کردار همسرتون با یکی از متهمین اصلی پرونده، اما ما هنوز نتونستیم چیز زیادی رو کشف بکنیم. با اینکه میدونیم هر دوتاشون خیریه داشتن، اما الزاماً با قاطعیت نمیتونیم بگیم خیریه برای پوشش دادن چیز دیگه ای بوده. در موارد دیگه هم چیزی پیدا نمیکنین. چه شغل سختی داریم، بدبین بودن و شک به همه چیز. بعد وقتی میگردین و چیزی این وسط پیدا نمیشه چه حسی داریم؟ خوشحال میشین؟ ناراحت میشین؟ مثلا در حال حاضر که هرچی بررسی میکنین چیزی از توش در نمیاد، تصمیمتون چیه؟ اتفاقا هر چقدر بیشتر بررسی میکنیم چیزهای جالبتری به دست میاریم. مثلا چی؟ مثلا چی؟ به خطوطی که این آدم ها رو به هم پیوند میده نگاه کن. یه جوریه که آدم فکر میکنه از مدت‌ها پیش طراحی شده. میشه برین سر اصل مطلب؟ بشه دونست منظورتون چیه؟ منظورم اینه که رفاقت همسر شما و مهندس از گذشته اتفاقی نبوده. نه، اینطوری فایده ای نداره. شما تصمیمتون رو گرفتین، هر جور که دلتون میخواد میبینید. من اتفاقا نه، خودم هم خوب میدونم چرا. چون قبلا این اشتباهو کردم، فعلا هم مطمئنم اون خیلی از گذشتش فاصله گرفته، سال هاست. شما بی خودی اینقدر برگشتید به عقب. من میفهمم نظر شما به ماجرا ممکنه طوری باشه که احساس بکنید شوهرتون قربانی توطئه شده یا پسرتون جوونی کرده فریب خورده، یعنی خواهش میکنم از دید ما به مسئله نگاه بکنید. جلوی ما یه باند مخوف مواد مخدر و پولشوییه که دستورشو خارج از مرزا میگیرن. اینا هدفشون فقط ضربه زدن به اقتصاد مملکت نیست، امنیت ملی هم هست. باید میدونید جریانات و بحرانهای اخیر اقتصادی هم مربوط به همین چیزا میشه، همینایی که یه دفعه پولاشون از بانک میکشن بیرون. خوشحالم که تونستید دلایل بحران اقتصادی رو پیدا کنید، اما این باعث نمیشه همه رو یه جور ببینید. آدما پولشون، دلیل تصمیمشون، اینکه با پولشون چیکار میکنن فرق میکنه. نمیدونم چطوری میشه به کسی حکم کرد حق نداره پولش از تو بانک در بیاره. بله، در صورتی که به خاطر رفع نیازهای شخصی باشه و چیزای از این قبیل درسته، ولی نه با قصد مجرمانه قبلی و نقشه کشیدن برای ضربه زدن به مملکت. شاید بهتر بود از اول بانک‌ها میتونستن تشخیص بدن طرف منابع پولیش چیه؟ قضیه سلامته یا نه؟ به نظرم به مردم نمیشه گفت اختیار پولشون ندارن. اینطوری کاملا قضیه سیاسیه. بله خانم زاده، کاملا سیاسیه. اونام کاملا میدونن کجاهای جامعه رو هدف قرار بدن. این پول و پولشویی و اینا زیادی تخصصیه. من نه سر در میارم نه علاقه دارم بیشتر از این بابتش سر کرده بزنم. این مشکل شماست، سرطه پول مردم پیدا کنین بهشون برگردین. ببخشید. بله، چند دقیقه دیگه صداشون میکنم. متشکرم. ببینید خانم، سعی میکنم روشنتون بکنم. اگر مثلا جامعه رو یه بدن در نظر بگیریم، پول مثل خون داره توی این بدن میچرخه.
برای ضربه زدن از بین بردن این بدن لازم نیست که همه خونه یه جا ازش بکشی، نه. اگر از یک مقدار بیشتر بکشی به جاش خون کثیف تزریق بکنی، بدن شروع میکنه ذره ذره نابود شده. اینجوریه که میشه یک ناامنی ذهنی درست کرد برای مردم. تو خیلی از کشورها این اتفاق افتاده. پولی که به بانک میدی مال خودش که نیست، میخواد بندازه توی چرخه اقتصادی. اما اون وقت یک کسایی پیدا میشن که پولای کلون خودشونو به صورت فیزیکی به صورت اسکناس از بانک میکشن بیرون. اون وقت این باعث چی میشه؟ باعث یه دومینویی میشه که همه آدما شروع بکنن انواع و اقسام اسکناساشونو از بانک بکشن بیرون. این باعث هراس تو جامعه میشه، این هراس باعث ناامنی میشه، این ناامنی هم باعث بحران میشه. این یعنی هدف قرار دادن جامعه. سلام. سلام. سلام آقای رستگار. سلام آقا، چه اتفاقی افتاده؟ والا نمیدونم چطور بگم، ما خیلی نگران ترانه ایم. من منظور شما رو متوجه نمیشم. عروسمون گم شده. گم شده؟ گم شده؟ همین دیروز خونه ما بود، قرار بود که امروز هم بیاد. خب رفته خونه دوستش، وقتی اومده بیرون دیگه هیچ کس ازش خبری نداره. خانواده‌اش چی؟ اتفاقا اونا به ما خبر دادن، اینقدر حالشون بد بود که ما اومدیم اینجا پیش شما. البته ترانه بچه نیست، ممکنه رفته باشه جایی دیر کرده باشه. دقیقا موضوع همینه، اون بی خبر از ما هیچ جا نمی رفت، برای همین اومدیم پیش شما. معذرت بخواهم. نه خاموشم. یادگاری پسرمون تو شکم ترانه است. ما عروسمون رو خیلی دوست داریم، میترسیم یه بلایی سرشون اومده باشه. خواهش میکنم اینقدر نگران نباشیم، انشالله اتفاق نمیافته، ما هم اقدام میکنیم. من نه دشمنی باهات دارم نه قصد اذیت کردن تو دارم، یعنی کلن کسی رو اذیت نمی کنم مگه اینکه پاشو بذاره رو دومم. تو اهل اذیت کردن کسی نیستی؟ برهان پا رو دومت گذاشته بود که کشتیش؟ مگه برهان کشته شده؟ تو نمیدونی کشته شده، علکی که جایی نرفته، وقتی هیچ جا نیست یعنی یه جور سرش کردی زیر آب. گم شدن برهان به من چه ربطی داره؟ لابد رفته خارج کشور، خودش میگفت میخواد بره دنبال باباش. بی خبر رفته، به مادرش نگفته که شب و روز داره دنبالش میگرده و گریه میکنه؟ خیلی وقت بود به رفتن فکر میکرد، اتفاقا لنگ همین عشقای مادرش بود. منو برای چی دزدیدی؟ دزدیدن چی آبجی؟ نفرما، یه چند روز مهمون منی، قدمت هم سر چشم، هر چی هم خواستی به خودم بگو، آب و نونم که هست، هر غذایی از هر جا خواستی سفارش بده من خودم برات میگیرم، خودم هم مرتبت سر میزنم. خودم سعی میکنم اینجا باشم، اگه نبودم رفیقم حواسش بهت هست، مواظبته. نه ترس، تا وقتی مهمونه بی درد سری باشی کاری به کارت نداره، ولی اگه بخوای درد سر درست کنی رفیق منم کارش خوب بلده. برای کی کار میکنی؟ هر کی که پول بده. کی بهت گفته منو بدوستی؟ راستی اینجا کسی صداتون نمیشنوه، پس به هنجرات بی خود فشار نیار. Thank you.
مدل کف در دست گرفتن فقط کاری حرفه‌ایه. برو. چه جوری پرید بالا؟ مگه بالش بسته نبود؟ بالشو وا کردم. هیچ وقت جلو بالا پریدن کسی رو نگیر. کجاست؟ اون بره. مشکلی که پیش نیومد؟ نه. چش ازش ور ندار. حواسم هست. از اون ور چه خبر؟ بویی که نبرده. فعلا که به رو خودش نمیاره. ولی بعید میدونم چیزی که رو زبونشه با سرش یکی باشه. فکر نمی کنم بویی ببره. حتی اگه بویی هم برده باشه بازم دلیل نداره منو زنده بذاره. منظورت چیه؟ اون زرنگتر از یه حرفاست که بذاره یه آدم دست و بادار دور و برش باشه. تا همین الانش هم اگه به من میدون داده فقط باز خاطر این بوده که من داشتم واسش آدم واسه میکردم که بشه نفر اول. همین الانش هم که نفر اوله دیگه، واسه چی باید من نگه داره؟ اونم الان که من همه جیک و بوکش خبر دارم. بعدش هم اون تازه کاراش افتاده رو روال، بیشتر از همه حسابای آدمای مرده به کارش میاد. منم که همین الانش هم آدم مرده. تو فکر میکنی همین الان اگه یه بلایی سر من بیاره بزنه منو ناکار کنه اصلا کسی متوجه میشه؟ آدم مرده مرده است دیگه. خیلی غلط زیادی کرده. ما هنو خیلی مونده تا بخوایم این جماعت رو بشناسیم. اینا تو سلام علیکاشون هم حساب سود و زیان میکنن. ولی من آدم واقع بینیم. من میگم آدم وقتی میخواد یکی رو نگه داره باز پسش این نفعی داشته باشه. من چه نفعی دارم واسه مرجان؟ بازه مردم که بیشتر به دردش میخوره. میدونی چرا؟ چون خیلی چیزا هست تو منه. اینطوری باعث من بیشتر میتونه کار کنه. آره. فرشته توی؟ خودم. چند سالته؟ اول که سلام. بعد هم این خیلی براتون مهمه، دو سال پیمان بزرگترم. من زیاد وقت ندارم، مریض دارم، باید برگردم سر کارم. اگه ازت خواستم بیا اینجا فقط به خاطر این بود که میخواستم خودم بهت بگم که از پیمان دور شو. نه به خاطر اینکه ما و شما هیچ تناسبی با هم نداریم، که البته اینم مهمه، ولی مهمتر از اون اینه که پیمان اصلا وقت ازدواجش نیست. ازدواج شما دوتا هم که اصلا به صلاح نیست. پس یه کاری بکن که ازت دور بشه و بره پی زندگیش. ما هم به اندازه کافی مشکلات داریم، دنبال مشکل جدید هم نیستیم. گوش کن خانم دکتر، من یه قبول کردم تا اینجا بیام واسه خاطر این نبود که خودم حتی پایین تر میدونستم. نه، سر رام بود اومدم. بعدم نیومدم تو منو بپسندی واسه دادشه. اومدم ببینم این کیه که 24 پیمان ازش تعریف میکنه. خوبم فهمیدم کیه. من نخواستم به تو این کنم. من فقط خواستم حد و مرز رو تعیین بشه. آخه تو هر جوری حد و مرز بذاری ما جفتمون یه طرف خطیم. تو داری کار میکنی خرج خانواده تو میدی، منم دارم کار میکنم خرج خانواده همون دارم. هشم من دستم دو جیب خودم دارم، آقا بالا سر نمیخوام. در مورد پیمانم خودت یه کاریش بکن، من کارهای مهمتری واسه انجام دادن دارم. من حرفامو زدم، دفعه بعد ولی جور دیگه ای رفتار میکنم. برو دکتر، برو مریضات منتظرم. برو. Thank you.
نگاه به موش مردگیش نکنی ها. هفقتی باز خودش. میشناسمش. چش ازش بر ندار. برنامه چیه واسش؟ حالا به وقتش شد میگه، حالا نمیدونم. ملکارو فروختی؟ دارم دلارشون میکنم، آخرشه. به جم دیگه شهر آقا. هرچی زودتر بفروشیم زودتر زده میرون. حواسم هست. ببین. هرچی شد سریع به من خبرشو بده، فهمیدی؟ مراقب خودت باش. جواب نمیده، موبایلش خاموشه. منم هرچی میگیرمش خاموشه. اینقدر نگران نباشین، ترانه بچه نیست که، لابد یه کاری براش پیش اومده. آخه دخترم هر جا که میره به من خبر میده. هر جایی که نه خانم زاره، بهتر در جریانه. این حرفا چیه که میزنی آقا مصطفی؟ اون دفعه به خاطر برادرش خودشو انداخت تو درنشی. حرف منم همینه، شاید رفته دنبال کاری که فردا صداش در میاد. تو چرا اینقدر نفوذ بد میزنی؟ نمیدونم، انگار دارن تو دلم رخ میشورن. تا جایی که میدونم با تو بیشتر حرف میزد، متوجه چیزی نشدی؟ نه والا، من دیروز بردم رسوندمش خونه سمیه، گفتم بیام دنبالت، گفت نه، منم برگشتم. من با سمیه حرف زدم، اونجا که رفته با هم دیگه تماسی نداشتن. آقای رستگارم نهایت تلاش رو داره میکنه. من میگم چرا الکی حرف بزنی؟ شاید حالش بد شده، بردنش بیمارستان. بریم بیمارستانا رو بگردیم. راست میگه، بریم، بهتر از دست و دست گذاشتن. بریم. الو. الو، پیمان تویی؟ بله خودم هستم. فیلمو دیدی؟ شما کی هستی؟ خواهرم کجاست؟ آروم باش، مرگ و زندگی خواهرت دست توه. یعنی چی؟ از من چی میخوان؟ میگم شما کی هستی؟ تنها چیزی که ازت میخوام اینه که یه هفته هیچ کاری نکنی. به خانوادت هم میگی هیچ کاری نکنن، هیچ جا مفتبی نمیشی. به پلیس هم میگی ترانه رفته مسافرت. همین میگم شما کی هستین؟ ترانه حالش خوب نیست. اون نتیج به مراقبت داره. تا بهتر همین چیزی که ازت میخوام انجام بدی. الو. الو. باش بریم. کجا؟ مگه قرار نبود بریم بیمارستانا رو بگردیم؟ تو چیه؟ چه تو اومده؟ نمیدونم، سرم داره گیج میره. من باید برم زر دراز بکشم. کی بود بهت زنگ زد؟ یکی از دوستان. مگه بهت چی گفت که یهو اینطوری شدی؟ بچه‌ش مرد. کدوم رفیقت؟ همه ی رفیقات که مثل خودت عذابن. قبلا تو زندان باش آشناش. ببخش من حالا خوب نیست. بریم، ما خودمون بریم. خدایا کی میشه یه آب خوشنگلوی ما بره پایین؟ من دیگه برم، هر خبرشو سریع به من اطلاع بدین، منم بیخبر نمیذارم اتون. ممنون، زحمت کشیدی اومد. خواهش میکنم، بد به دلتون را ندین. خدا خیرتون بده. خدا حافظ. پول داری که یه دو دست لباس خوب واسه خواهرم هم بخری؟ نه
خریدم براش، حالا اگه خیلی هم خرید کنیم شک میکنه، میشناسیش که. داوود بجون، خیلی وقت نداریم. فرش من دیگه خسته شدم. از سنمشی چرا اومدی خوب؟ حتی خوب شد اومدی ها، چون تو خوابم نمیتونستی ببینی که واسه خودت و زنت از یه همچین جای شیکی خرید کنی. اینجا رو نمیگم که، کلن میگم از این کارها دیگه خسته شدم. چرا انقدر دست دست میکنی؟ چرا این دختره رو دستگیر نمیکنی؟ اگه دستگیری این برای من نفع شخصی داره، نمیخوام کلیت ماجرا رو بفهمم که به کجا وصلم، از کجا دستور میگیرم. رابطه اینا اونور مرزه، من اینو میخوام. یعنی دوست داری که بری همین سر چهارمارا سیدی میدی بفروشی و دودموت بخوری و منتظرشی تا بیان خودتو بساتو تو یه جا جمع کنن ببرن دیگه؟ نه اون موقع یه بدبختی داشتم، الان صد تا. اون موقع چقدر دخل میزدی، الان چقدر میزنی؟ کارا تا کی میخواد ادامه داشته باشه؟ تا آخر عمرت که نمیتونی فرار کنی. من به تو جواب پس نمیدم، هر وقت دلم بخواد. رئیس رؤسا چی؟ به اونام جواب پس نمیدی؟ قرار نیست به کسی جواب پس بدم. اگه همه چی بره رو هوا چی؟ اگه دستت رو بشه لو بری چی کار میکردی اون وقت چی؟ من میترسم، من دیگه نیستم. بس کن دیگه مسخره بازی تو داوود، تا کی میخوای نقش بازی کنی تو؟ چه نقشی؟ نقش قربانی ها. اومدی به من گفتی پول ندارم، کار ندارم، زندگی ندارم، رو نمیشه تو چشه زنم نگاه کنم. هم بهت کار دادم هم بهت پول دادم، دیگه چیکار؟ کاری داشتم خبرت میکنم. نمیای تو؟ نه، باید برم پیش داوود. صبر کن کمکت. هرچی بیشتر وقت بگذره بیشتر به ضرر تموم میشه. اسیر کردیم ما رو شما. تو حتی نمیتونی تصور بکنی که پا تو چه پرونده گیر کرده. پس هرچه زودتر اون چیزی رو که باید از زیر زبونش بکش بیرون. آقا شما فکر کردیم به همین راحتی هاست؟ شما که جای من نیستیم. از وقتی این کوفتی رو به خودم بستم، هر دفعه که میرم بیدنش، هر دفعه تو چشام نگاه میکنه خون تو رگام منجمد میشه. میترسم لو برم. با وضعی که تو داری فکر میکنی لو رفتن نرفتن فرقی با حالت داره؟ نداره. خب اگه بفهمه پوستم رو میکنه. شما این اواخر فرشته رو ندیدین؟ خیلی عوض شده، هیولایی شده. برها من نمیدونم، چاره ای نداری. اگر نمیخوای بدن بچه ها این وسائل مسئله تو ببرن تحویل بدن، خود هم میری حبس. با پرونده ای که تو داری مفتوحه، بکنم تا آخر عمرت هم زندان میمونی. اینجوری خوبه؟ آقا من نمیخوام برم زندون، ولی از پس این کاری هم که شما میگین بر نمیام. ببین، آدم اگر بخواد سرنوشت خودش رو عوض بکنه، بهونه بی خود نباید بیاره. به خودش نباید دروغ بگه. اگه کسی به خودش دروغ بگه، دیگه نمیتونه به خیر و صلاحش عمل بکنه.
میشه یه آدمی مثل تو که افتاده توی منجلاب نمیفهمه که یه آدمی مثل من دستشو گرفته میخواد کمکش کنه. یه فرصت دیگه بهت میدم، میری پیشش، حرف بی خودی هم نمیزنی، یه راست میری سر اصل مطلب. اگر اون چیزی رو که من میخوام از زیر زبونش نکشی بیرون، گوشتو میگیرم میبرمت زندان تا در سلول خرکشت میکنم. روشنه؟ تو چته آبجی؟ حالا خوب نیست. میتونی یه دارو برام بگیری؟ چه دارویی؟ دفترشم تو کیفم، بدی بای نویسم بری برام بگیری. میدونستم زرنگی، ولی نه تا این حد. خواهی تو دفترچه بنویسی که من ببرم داروخونه رد دمو بزنن ها؟ از اولش بهت گفتم زرنگ بازی نداریم. اینقدر کف این خیابونا جون کندم که همه پدر سوخته بازی ها رو بلدم. الکی بهم نمیگن شهرم دو نفره. هر داروی هر چی میخوای بنویس، فقط نسخه و مهر و امضا و این داستانا رو نریم. بگیر. خودکار. نبود بیای بری بیمارستان دنبالش بگردی، پس چرا رفتی خوابیدی؟ من که دست خودم نبود، سرم درد میکرد مجبور بودم بخوام. مگه من مردم کسی دنبال بچم بگرده؟ هر جا رو که بگی سر زدی، نبود که نبود. مادر من قربونت برم، ترانه برمیگرده، صحیح و سالمم برمیگرده، من بهتون قول میدم. مگه تو ازش خبر داری؟ نه بابا، من فقط دلم روشن. تو دنبال چی میگردی؟ با دوستای ترانه چت میکنم آقا جون، دارن آمار بقیه بیمارستانا رو میگیرن. باریکلا دخترم، باریکلا. نه، متشکرم.
مزاحمتون مادام. برای متشکرم. ای پیرن بنفشه من نیدی؟ داشتی چی کار میکردی؟ دنبال پیرن بنفشه هم میگشتم. دروغ نده نوکم، این چند روز پیش گفتی به درد نمیخوره بنداز دور. راست میگی. ببینم اینو باز کی خریدی؟ گیر دادی یا داوود نکنه زیر سرت بلند شده سر من هوومانو نیار یا تو اصلا اهل اطرات کنون زدن نبودی. فکر نکن نمیفهمم چند وقته یه تیپ میزنی از خونه میری بیرون. اگه یکی از اینا برای خودم میخرم 4 تا رخت لباسم برای شما میخرم. خب همین کارو بیشتر آدمو مشکوک میکنه. گیر دادی ولم نمیکنی. فکر نکن حواسم به دیسین زنه کیه چند وقته هی بهت زنگ میزنه. رئیسمه، سابکارمه. اگه زنگ میزنه که نمیخواد خوشو بش کنه. کار داره باید جوابشو بدم. پس چرا جلو من باهاش حرف نمیزنی؟ چرا میری تو حیات صحبت میکنی؟ هی به هوای آشغال میری دم در یه رو بعد برمیگردی. من باید تو رو به زور میفرستادم دو تا آشغال ببری بذاری دم در. پیله کردی ول نمیکنی ها. میگی بیکاری بیاری میرم دنبال کار نون و آبدار. میگی این کیه بهت زنگ میزنه؟ قر میزنی میگی رخت و لباس ندارم. میگم 4 دست برات خریدم. میگی این کارا چیه میکنی؟ تو حتما داری یه کاری میکنی. دو تا پیس پیس میزنم میگی زیر سرت بلند شده. ول کن بابا. کجا میری؟ میرم به درد خودم بمیرم. بیرون از اینجا با 100 تا گرد بدتر از خودمون باید سر کله بزنم. الان باید به تو جواب پس بدم. خسته نشدی اینقدر خالی بستی؟ برو خدا بابات بیامرزه. کار کنه؟ آره اینا که حتی خوششون اومده. فقط یه چند روز دیگه یه ون میاد دستم. حالا میسپرم دستت. ونها رو از اون دختره میگیری؟ کدوم دختره؟ چی بود اسمش؟ مرجان. این فضولی ها به تو نمیاده. اصلا گیریم که از اون بگیرم. خب منظور بعدم نمیاد ببینمش. قیافه کسی که تو ازش حساب میبری دیدن داره. فکر نمی کنم جرأت دیدنشو داشته باشی آقا داوود. یعنی انقدر خطریه؟ ساعت تا منو میذاره جیب بغلش. اگه بدونی دومش به چه جاهایی وصله ها مخت سوت میکشه. بس یعنی اونم برای یکی دیگه داره کار میکنه. معلومه که واسه یکی دیگه کار میکنه. یعنی هر کسی برای یکی دیگه کار میکنه. تو برای من، من برای اون، اونم برای کله گنده های اون برای آب. داود اینا دارن زنگ میزنم واسه من کار پیش اومده حتما باید برم. حالا بذار ونا برسه. برسه واسه تحویل گرفتنش بهت زنگ میزنم. نگاشه برادری. خدافظ. خدافظ.